ماهی که پیش از قمر صفحه پر کردن اکثرا خواننده های اندرونی شاهزاده های مشهور تهران و شیراز بودن. وقتی که اولین کنسرت خانم وزیری سال 1303 خواست برگزار بشه، پیغام براش فرستادن که از کنسرت که ببینیم میکشیم، تیکه تیکت میکنیم. خود ایشون میگفت اولین کنسرتی که در سالهای حدود 1303 در گران هتل لاله‌زار برگزار کرده بود، میگفت من حتی بیمه جان خودم رو داشتم، جمعیت انبوهی آمده بودند و نمیدونستم آیا سالم میرسن و منزل یا نمیرسن، برای این حد مشکل بکنم. قبل از کنسرت با علم به این که میدونست، یعنی حتم داشت که اگه از صحنه بیاد بیرون تیکی تیکش میکنه، اومد و بهترین رختش هم پوشید و اومد تو آشپزخونه خودم عکس انداخت با من آخرین عکس. نمیگه تو پاک باش، برون آبی حجاب و مترس که کس به سید غزار حرم نخواهد. بیا اگر تو رخ به گچهایی ستم نخواهد. شروع میکنی که من اینجا یادداشت کردم که اولین شعر که میخونه. تاریخ در ایران خیلی همیشه بچه روشنی نداره که درستی ثبت شده باشه یا به صورت فراموشی ثبت شده میشه، یا یعنی که با دید بی‌طرف ثبت نشه. محافظه‌کاری ما ملت باعث میشه که ما از ثبت و ضبط احوال خودمون یه مقدار پرهیز بکنیم. یعنی مثلا اگه دفترچه یادداشتای روزانه ایشون داشت که هیچ کس از موسیقی‌دانی معاصر فکر نمی‌کنم داشته باشه، یک روح محافظه‌کاری ملی هست، نشون میداد که ایشون چه سیر مشکلی رو طی کرده. چه جالبی، حیف آمدش که به اینجا رسیده. در موسیقی این که زن بخواد بخونه و صداش شنیده بشه یه چیز غیر ممکنی بود. بله، مسئله خوندن در موقع اصلا منتفی بوده، چون میدونید که حتی برای صدا کردن مثلا زن اگه با صدای بلند میخواست که صدا کنه باید انگشت توی دهانش میکرده که صداش شکلش عوض بشه، و انتظار نمیره که در دوران بگیم که پس زن چرا نمیخونده. اصلا زن در هیچ جا نمیخونده، نه حضور داشت، ولی در هر صورت این صد شکسته میشه در دوران. Yeah.
اولین کسی که قمر رو کشف میکنه مرحوم نیداووده، مرتضای نیداوود، و اولین آهنگ هم او براش میسازه. مادر بزرگش مولودی میخوند و روزه میخوند. از همون زمان قمر هم پامنبری مادر بزرگش روزه میخوند. معلمش هم بدون هیچ شکی مادر بزرگش. میشه گفت که قمر با وجود نیداوود قمر شده، یعنی این که شما هر اثری که میشنوید کار زیبا و قدرتمند نیداوود در کنارش هست و تمام تعلیماتی که نیداوود به قمر داده. باز روایت های نیداوود که میگه در یه عروسی من خانم قمر رو دیدم، من دختر 16-17 ساله بود و قطعه خوند و مورد توجه عادی شد و بعد پیشنهاد من اومد در کوچه بختیاری ها خیابون فردوسی تو مدرسه من موسیقی یاد گرفت. استاد قمر واقعا طاهرزاده بود، در حالی که ایشون شاگردی مستقیم طاهرزاده نکرده بوده و این تأثیر و نفوذ سبک اون فرد رو میرسونه. ولی در حقیقت قمر مبتکر خودش. آوازهای قمر شما رو گوش میکنید هیچ ایرادی رو درش پیدا نمیکنه. از لحاظ پرورش حسی مطلب اندکی که در اختیارش هست بقوله دست قبل از اینکه مطلب باشه که ایشون مرد یا زنه، یعنی یک معنویت خاصی از این صدا میاد. قمر به نظر من آواز ایرانی رو به نقطه رسونده بود که میشه بهش گفت نقطه معیار. قمر عجیب چهره محبوبیه برای مرد و زن در تاریخ موسیقی ایران. اصلا هیچ کس بعد از قمر نتونست اون تحریک‌های شفاف و تحریک‌هایی که بسیار پیچیده بود با شفافیت خاص و سونوریته خیلی لازم بخونه. خب در کشوری که خواندن زنها ممنوعه، کدوم زن با چه انگیزه‌ای خوانندگی رو دنبال بکنه که شاید حتی مثل دوران قمر میشه رفت رو صحنه که هزار جور براش مشکل هم پیش میومد ولی بالاخره رفت رو صحنه؟ الان نمیشه، یعنی ما دورانم علاوه‌تر از دوران قمر در این مورد. صداش شد صدای یک دوره‌ای از تاریخ ایران، یعنی یک دوره‌ای که اتفاقا مرد سالارترین دوره هم هست. رضا شاه قمر صفحه جمهوری رو خونده در آن رضا شاه، اگر این صفحه گیر میومد خونه رو خراب میگردن. در ابتدای به روی کار آمدن سردار سپه، خود او هم بر اثر شرایط سیاسی زمان مقداری نسبت به جمهوری خواهی عنایتی نشوندن. بنابراین این صفحه زرد شد، رفت به لندن و بعد از مدتی آمد به ایران. میگن که به محض اینکه این صفحه چاپ شد از بینش بردن. قمر اوجش صفحه های کلی بود، متجاوز 100 صفحه از کارهای قمر پر شد. ولی در جنگ بین الملل اون کمپانی بمباران شد و قسمت اعظم صفحات قمر از بین رفت. ۱۳۲۳ ایشون اولین صفحهاشو پر کرد، آخرین صفحهاشم ۱۳۱۵-۱۶. رادیو هم که میخوند خیلی کم بوده، موقت بوده، یعنی از ابتدای تأسیس رادیو ایشون شروع کرد. اولین خواننده زن بود تون دستگاه، بعد دیگه سال ۲۶-۲۷ که هیچی دیگه اصلا صداشون پخش نمیشد. هر که صداش گرفت رادیو رو بیرونش کرد.
مجلس شورای ملی حقوقی تصویب کرد براش در حد یک حقوق مدیر کل. اون موقع یه حقوق خیلی ناچیزی نسبت به ایشون، واقعا ناچیز بود. من 1000 تومن برای قمر بشتم. مثل 600 تومن بود. 200 تومن در ماه. ماهی 600. نه به هیچ وجه. به محض که حقوقشون رو میگرفت دم در نصف بیشترش رو بسن به آدم ها بخشیده بود. بله. آخرش هم یه مدت کوتاه این حقوق بشت بوده. خیلی کم بود. چون قمر هیچ وقت در مقابل پول یا وعده یا مقام سرخم نمیکرد. قمر کودیه، کجاست اون قمر؟ حیف از این هنرمند و حیف از این خواننده. کسی که حقوقش رو بیاره بده فقرا. قمر همیشه غذا درست میکرد و توی ساک میذاشت و میرفت جنوب شهر اینا رو تقسیم میکرد. مناعت طبع بسیار زیادی داشت و اون چه درآمد داشت از این کنسرت ها تقریبا شب که میرفت خونه هیچی در دستش نبود، همه رو بخشیده بود و صرف افراد مستمند کرد. قمر زندگیش عشق بود، صفت انسانی بود. عجیبه که این زن اون چه که در میورد در راه خیریه میداد. قمر دو عیب داشت، عیب بزرگش این بود که هر چی گیر می آمد خرج میکرد. یک ازدواج ناکام اولش داشته که من شنیده بودم از یکی از دوستانشون که به خاطر خوندن اون وضعیت زندگی خانوادگیشون ریختن به هم. اولشون شوهرش مخالف این بود که خانمش بخونه، متاسفانه متارکه کردن. این زن گشت رو خیلی خوب درک کرد، میفهمید و خودش هم انتخاب میکرد، انتخاب نمیشد. زیبا پرست بود، مسئله زن و مرد نبود، عاشق بود. مانعی نمیدید که از کسی که خوشش میاد نگه بهش، میگفت. ای به دومش میخوام بگم. بگم خب دیگه پرده دری میشه اونجا رو باید چی میکنن انشاءالله ادیت میشه. ضمیر مخاطب جمعی ما هنوز انقدر شعور و شخصیت نداره که بد تعبیر نکنه یا حکم اخلاقی صادر نکنه، که بدترین کار هست حکم اخلاقی صادر کردن. یا خیلی متأثریم یا به طور کل منکر میشیم، هر دوش هم علتش بی اطلاعیه. قمر به میل خودش ازدواج میکنه، زن اون کسی که دوست داره میشه. این دوره که اساسا دختر حق انتخاب درباره هیچی نداشته. Yeah.
نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، نه چهار تا. خیلی خاطرات دارم. بفرمایید. دی 1310 خیلی میل داشتم قمار رو ببینم. پدرم روزی یک ریال به من میداد، اینا رو جمع کردم تا شد 45 ریال که برم بلیط قمار بخرم برم کنسرت قمار. قمار آمد سگاه خان، به پیش روی تو مه جلوه گر نخواهد شد، یا که جلوه از این بیشتر نخواهد شد. آخرش میگه ز بلبلان غزل خان باغ آزادی، ز صد هزار یکی چون قمار نخواهد شد. عارف زنده بود، عارف موشه بود، اون تصدیم مال مرسا خان بود، آنگه شعرش پژمان ساخته. ای دل آوار، ای دل آوار، باز شب آمد تا آخر. گریه میگیره، اون منظره را یادم میاد. بعد که تمام شد، اون سخنگوی اونجا گفت که خانم دستور دادن که تمام این هدایه را تقدیم به عارف بکنیم. عارف گفت هیچ وقت قبول نکرد. یک گلدان نقره تمام بود به قد خود قمر، یک قالوچه ابریشم خیلی. گفت نه هیچ، همه را دادن آرامگاه و علی. یه روز داشتم تو خیابون استانبول راه می رفتم، بعد دیدم که یه خانومی روش خیلی سفت گرفته و دستش از این چادرش ورده بیرون، نمیدونستم این کیه. گفت که آقا، حالا من نمیشستم که کیه، گفت آقا یه چیز در راه خدا بده. من دست کردم جیبم یه پولی در آوردم، تا خواستم ادن روش رو باز کرد، گفت خواستم امتحانت بکنم ببینم تو واقعا دست درماندگان رو میگیری یا نه. دیدم قمره، بی اختیار دستش رو بوسیدم. روح شاد قمر، روح شاد.
کار میمانه آدم زمیان خواهد رفت. بی ستون هست ولی خسرو فرهادی نیست. قمر رفت اما قمر زنده است. بودیم و کسی پاس نمیداشت که هستیم، باشد که نباشیم بدارم که بودیم. خانم قمرالملوک وزیری، از اینکه به هنرمندان رادیو ایران این افتخار رو داده و با کسالتی که دارید به استودیو رادیو ایران تشریف بردید از شما تشکر میکنم. خانم حرفی داری؟ من یه تشکری از تشکر از شنونده ها من یه دوگمون تشکر از میهمان هنرمند اجازه یه دوگمون تشکر از همه دوستان میهمان هنرمند امروز رادیو ایران میزبانان هنرمندی هم داری که همکنون با چشمانی مملو از اشک شوق پروانه‌وار به دور شمع هنر ایشون گرد آمدم. خانم قمرالملوک وزیری، خواسته ما و شنوندگان رادیو ایران و کلیه هنر دوستان اینه که از حال مزاجی شما اطلاع حاصل کنیم. انشالله که حال شما خوبه و کسالاتی نداری. همین حالتون ببردن که خوبه برای مردم نفهمید. فقط یک جمله اینو بفرمید. من میدونم نفهمیدم اما الان خوبه. میزبانان هنرمند خودتون رو میشناسید؟ اینها هنرمندانی هستند که همه اونها خود رو شاگرد شما میدونن. خب خانم قمر، شما نصیحتی ندارید و این شاگردتون بکنید؟ انشاءالله خوبشن دوشون. شما صدای اینها رو میشناسید؟ شنیدی؟ بله خوب شو خوب شو خوب و حالا از ایشون خواهش میکنم هر کدوم قطعه آوازی برای شما بخونم. مهمان عزیزی که پی دیدن رویش همسایه همین سرکشد از بام و در اینجاست. آن زلف که چون حال دوستان به قمر بود باز آمده چون فتنه دور قمر اینجاست.